از آنالیز و بررسی فصل اول ریالیتی شو سرگیجه تا دست های پشت پرده برای بازیگران تکراری، از مبلغ قرارداد نیما شاروخشاهی با سرگیجه یا پدرخوانده تا پاره شدن اسپانسر برنامه با جایزه 60 میلیون تومانی، از چالش های فیک و الکی در برنامه سرگیجه تا پیش بینی شرکت کننده های فصل بعد این برنامه، آیا این برنامه ارزش دیدن دارد یا نوچ؟ همه و همه در این قسمت از کانال 13. همراهان قشنگ و دلبر کانال 13 سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم که از همیشه بهتر و خفن‌تر باشید. آقا جدیداً یه رئالیتی شو اومده به اسم سرگیجه و از اونجایی که مخاطبای رئالیتی شو کانال زیادن، منم بعد از سه قسمت اول یعنی فصل اول که تموم شد میخوام نظرم راجع به این برنامه بگم. البته توی ویدیو جوکری صحبت ریزی بعد از قسمت اول سرگیجه کردم، اما توی این ویدیو اومدم که این برنامه رو با خاک یکسان کنم و به خاک بدم. برنامه سرگیجه کارگردانش محمد حاتمیه و اگه میبینید که زارتوزور لیگ ایرانسل، نه اینکه ایرانسل اسپانسر این برنامه است، نه، اتفاقا ایرانسل این برنامه رو ساخته. شرکت ویستا مدیا که اسمشو اول و آخر برنامه میبینید یکی از بازوهای ایرانسله که کار تولید محتوای این شرکت رو به عهده داره. پس ایرانسل سازنده این برنامه است نه اسپانسر. این برنامه بیشتر شبیه همون جرأت و حقیقتیه که تو دور همیا بازی میکردیم و با یه بطری مشخص میکردیم که کی حاکمه و کی باید حکم اجرا کنه. حالا تو این برنامه مکانیزش کردن و با یه گردونه این کار میکنن، یعنی گردونه یه بار میچرخه که حاکم انتخاب بشه، بار دوم 8 ستون اطراف میچرخه تا خود حکم مشخص بشه و بعدش دوباره گردونه رو میچرخونن تا کسی که قرار حکم اجرا کنه تعیین بشه. راوی این برنامه الیکا عبدالرزاقه، نظری راجبش ندارم، نه خیلی خوبه نه خیلی بد، اما دکور برنامه و همین دم و دستگاه مکانیزه‌ای که درست کردن خوبه، در سطحی است که به بیننده احترام گذاشته بشه. اما چیزی که رو مخ میره شرکت کننده‌های تکراریه. این شرکت کننده ها، انتخاب این شرکت کننده ها بی احترامی به مخاطب به نظر من، یعنی صد رحمت به مهران رجبی. الان دیگه هر گیم شو رئالیتی شو باز می‌کنی سید جواد هاشمی رو می‌بینی، حسین رفیعی رو می‌بینی، بازم نیما شاهرخ‌شاهی رو، یا جیدن هم که اصلا میثم درویشان پور رو. خودتون خسته نمی‌شید؟ قشنگ یه سفره پهن دور هم حالشون می‌برید دیگه. یه مشرفیق که برنامه ساز و تهیه کننده هزینه میکنن، شما هم میشینید بازی میکنید و پولشو میگیرید. اصلا مهم نیست که برای مخاطب تکراری شدید یا نه. آقا تکراری بودن یه طرف، بیمزه بودن یه طرف دیگه. شرکت کننده این فصل دیگه ما رو رسوا کردن، اینقدر که با لخ شدن سید جواد تو زخم کاری شوخی کردن، یعنی انتهای شوخیشون لخ شدن سید جواده. چقدر چارتاشون کنار هم بینمک و خنکن. چرا اینقدر اصرار به خندوندن دارن وقتی که از پسش بر نمیان؟ خلاصه هم شرکت کننده ها تکراری ان، هم بینمک و لوس. اما قبلا کوتاه توی ویدیو گفتم دلیل این تکراری بودن شرکت کننده ها تو همه گیم شو مافیای پشت پرده این ریالیتی شو است. یکی از مافیاها آقای عرفان حسینیه که اگه یه سر به تیتراژ پدرخوانده بزنی میبینی انتخاب بازیگراش ایشونه و انتخاب بازیگر سرگیجه هم اتفاقا خود عرفان حسینیه. اصلا شما خود تیتراژ رو ببین، دومین اسمی که میاد اسم این باباه، یا تو پدرخوانده بعد از اسم کارگردان و کامبیز و پسر کارگردان نفر چهارم اسم آقای انتخاب بازیگره. از لحاظ اصولی اصلا جای انتخاب بازیگر اینجای تیتراژ نیست. اینه که بهتون میگم مافیا بازیه، یعنی قشنگ آقای عرفان مشخصی که خرش میره، حالا تا کجا رو نمیدونم، اما دلیل شرکت کننده های تکراری تو این گیم شوها یکیش همین آقای عرفان حسینیه. انتخاب بازیگر کارش اینه که پلیرهایی رو بیاره که برنامه جذاب باشه، اما با شرکت کننده های تکراری دارن گم میزنن به آبروی هر چی برنامه است. خلاصه اینکه ایشون چرا اینقدر آدمای تکراری میاره خودش جای بحث داره، یعنی یا رفیقاشو میاره یا داستان دیگه ای پشت پرده است که من نمیدونم، اما کلا پشت این ماجرا ایشون. حالا تا صحبت از شرکت کننده های تکراری این برنامه هاست، من یه پیش بینی میکنم که کیا شرکت کننده های فصل بعدی سرگیجه. البته فقط در حد حدسه، اما به نظرم آدز بالایی داره این پیش بینی. با شناختی که من از این گیم شو دارم فکر میکنم حدس درستی دارم میزنم. به نظرم به احتمال خیلی زیاد امیر حسین و رستمی هست، یا مثلا رامین خان راستاد هم احتمالش زیاده باشه، شعب عباسی و محمد نادری هم همینطور، یا از بقیه دوستان تکراری میشه به شکیب شجره فکر کرد، یا امین زندگانی و کامران تفتی. با همین فرمون شما هم میتونی حدس بزنی کیا هستن، حدستو تو کامنت ها برام بنویس که ببینیم به نظر شما کیا تو فصل بعدی هستن. نمیدونم تو فصل بعدی خانوما هم هستن یا این برنامه کلا پادگانه، اما با همین اطلاعاتی که الان داریم به نظرتون اگه خانوما باشن کیا هستن؟ مثلا اگه خانوما باشن به نظرم خانم فقیه سلطانی یا الیکا عبدالرزاق حضورشون خیلی احتمالش زیاده. خلاصه همه این شرکت کننده هایی که گفتم اصلا دیگه جذاب نیستن برای مخاطب، از بس که تکراری شدن، خسته کننده شدن، مخصوصا تیم بینمکی که ما تو فصل اول دیدیم. بعد از اینا که بگذریم، چیزی که تو هر مسابقه مهمه جایزه است،
اما تو گیم شوهای ایرانی جایزه تنها چیزیه که فیکه و اصلا بهش فکر نمی‌کنن، چون آخرش باید تقدیم کنن به یه خیریه. مثلا تو همین جوکر علی خانی اولش میگه که هر کی برنده شد باید جایزه‌شو بده خیریه. خب این چه جایزه‌ایه که شما براش تعیین می‌کنی؟ حالا یکی دوستاش میده خیریه، یکی دوستاش لازم داشت میزنه به جیب. همین کشف بودن جایزه تو گیم شوها باعث میشه که رقابت‌ها الکی و فیک بشه. تو سرگیجه هر شرکت کننده نفری 15 میلیون تومان تو کیف پول ایرانسل منش داره و آخرش باید بزنه به برنده. همین یعنی 4 تا 15 میلیون تومان میشه 60 میلیون تومان، یعنی کلاً جایزه این برنامه 60 تومانه. بابا لعنتی های ولخرج، پاره نشید با این همه بریز بپاشتون. بابا تو دنیا برنامه ها 100 تا 200 هزار دلار جایزه میدن، یعنی حداقل بالای 6 میلیارد جایزه میدن. شما یه 60 تومن جایزه میدید؟ اوکی با نرخ خودمون این تورمی هم که هست الان حداقل باید 500 تومنی نه دیگه یه 200 300 تومنی باید جایزه بدید. آخه 60 تومن، همیناست که میگم حس رقابت از بین میره. امتیاز دادن فیک میشه چون اصلا جایزه ای تو این برنامه در کار نیست. همشون برای همون مبلغی که قرارداد بستن میان، نه برای جایزه. پس براشون فرقی نمیکنه کی ببره. وگرنه اگه مثل بفرمایید شام بود، جایزه هر چقدر کم ولی واقعی بود، اون وقت بعد اون روی دوستانو برای امتیاز دادن میدیدیم که چقدر بازم با بذل و بخشش به هم امتیاز میدادن. راجع به مبلغ قرارداد گفتم، اینم بگم که تو همین قسمت سوم نیما شاروخشای زمانی که باید به یه سری سوال صادقانه جواب میداد، در جواب سوالی که ازش پرسیده شده بود که آخرین قراردادت مبلغش چقدر بوده، گفت همین آخره یه رئالیتی شو بود که 100 تومن گرفتم. به نظرم چون هم پدرخوانده شرلوک و هم سرگیجه تقریبا توی یه تایم ضبط شدن و همین تازگی اون بوده، احتمالاً نیما منظورش یا پدرخوانده بوده یا سرگیجه. راجع به مبلغ قراردادهای پدرخوانده توی ویدیو گفته بودم که از 100 تومن تا 1 میلیارد تومنه. پس میتونه پدرخوانده باشه، ولی اگه پدرخوانده هم نباشه به احتمال زیاد همین سرگیجه بوده، چون سه جوادم گفتش که خوب بهت دادن. طبق قراردادهای برنامه‌های مختلف که من حدودی میدونم، سرگیجه نباید بیشتر از این عدد ارقام باشه، یعنی سرگیجه هم حدوداً همین مبلغه. اما بریم سراغ چالش‌ها. فیک آقا فیک، همش فیکه، همش سوسیسه. البته منصفانه همش فیک نیست، اما خیلی از اتفاقات توش فیکه. مثل جواد هاشمی که در محضر دنبال شاهد برای ازدواج عقد میگشت. اصلا ریاکشن های مردم مشخص بود، خیلی هاشون از قبل هماهنگ شدن. یا حتی تو همین قسمت سوم، مثلا حسین رفیعی میره از سر میز مردم تو رستوران غذا برمیداره، بازم فیکه. حداقل اگه می‌خواستید همچین چالشی رو اجرا کنید، باید با لباس مبدل می‌رفتن، با یه گریم خاصی می‌رفتن که مردم نشناسن. وقتی که چالش انجام شد، مثلا گریمو برمی‌داشت و معرفی می‌کرد که مثلا من یه بازیگرم و فلان این حرفا. نمی‌خوام دونه دونه مثال بزنم، اما تو همین چالش‌ها بازم چیزای فیک هست. اولا که مردم متوجه گوشی که شما دستتون دارید تصویری صحبت می‌کنید نمی‌شن. مگه میشه؟ شما یه گوشی دستت رسما داری فیلم می‌گیری، بعد هیچ کی حالیش نمی‌شه. اینا به کنار، سید جواد هاشمی تو اون بر رو بیابون تو اون ارتفاع چجوری تصویری صحبت میکنه؟ با چه وی پی انی، با چه اپلیکیشنی که اینقدر با کیفیت و قطع هم نمیشه؟ والا ما که میخوایم با یکی تصویری صحبت کنیم، با این وضع اینترنت و وی پی ان ها 2 دقیقه تصویری صحبت میکنیم اینقدر قطع میشه و تصویر طرف و شطرنجی و پیکسلی میبینیم که ترجیح میدیم قطع کنیم. بازم میگم تو اون بیابون و اون ارتفاع اینقدر اینترنت خوبی دارید؟ اصلا اینترنت خوب اوکی، چجوری اینقدر تصویرتون با کیفیته؟ الان بهتون میگم چه اتفاقی افتاده. من فکر میکنم این دوستان اون لحظه فقط با موبایل تصویرشون رو ضبط میکنن، نهایتاً هم با صدا با اتاق استودیو در ارتباطن، وگرنه عمرن کار اینجوری در بیاد. اونایی هم که تو استودیو با موبایل روبروشون فقط تصویر خودشون رو ضبط میکنن و بازم با صدا با کسی که تو چالش در ارتباطن. حالا اینکه میگن اوه مثلا فلان کارو کرد و هیجان در میارن، اینا همش اداه، اداتوار در میارن که مثلا بگه ما داریم تصویری میبینیم طرف. بعد چالشایی هم که واقعا بازم مشکل داره. مثلا اون چه شوخیه که با نیما شاروخشاهی که باید تو قبر بخوابه و اون داستان و ماوراء ماجرایی که دیدید میکنن. دیدن این صحنه دل خوار مادر نیما رو فقط خون میکنه. بدتر از اون میثم درویشان بود، باید 150 تا پله از دکل 5G ایرانسل بره بالا. حالا کاری به خطراتش ندارم. دوستانی که در این باره اطلاع دارن این موضوع رو به من بگن. مگه دکل 5G ایرانسل ضرر نداره؟ اگه ضرر داره چرا این کارو میکنن؟ واسه خاطر چند تومن این کارو میکنن؟ خدایش به من این پولو بدن نمیرم وسط امواج دکل. همینجوریش ما تو مرز کلی امواج و پارازیت و نویز و این داستانا هستیم. یه کار دیگه تو مخیه تو چالش‌ها که تو کت من نمیره استفاده از حیواناست. آقا درسته که مار حیوان وحشیه، اما اونم میترسه. تو جایگاهی که زورش بد نرسه از وحشت آدما، از سر و صداشون، انگولک کردن آدما میترسه. هر حیوان و جانداری یه چیزی به عنوان ترس درونش هست. حالا میخواد وحشی باشه یا اهلی. چرا به خاطر یه برنامه ساختن از حیوانات استفاده میکنید که قطعا باعث ترسوندنشون میشید؟
اینی که دارم میگم و کسایی که تجربه حیوان خونگی دارن خوب درک میکنن. من به شخصه با این موضوع داستان دارم و همینجا میگم که نه به حیوان آزاری، و اگه شما هم موافقید حتما کامنتش کنید. از همه چیز بگذریم، برسیم به خود گردونه و اون ماسماسکی که میچرخونن. آقا این رفقا وقتی گردونن میچرخونن تصویر کات میخوره، یه بار آدما رو نشون میده، یه بار از بالا نشون میده، دوباره بعد یکی دوتا کات میخوره، تصویر برمیگرده رو گردونه. آقا ما کافی چیزی هستیم، رو پیشونیمون چیزی نوشته، قشنگ معلومه که رندوم نیست. یعنی به جرئت میتونم بگم که اینقدر اون گردونه رو میچرخونید تا به اون کسی که میخواید بیفته. دقتم کنید به همشون چالش بیرون افتاده، در صورتی که رندوم باشه این اتفاق قرار نیست حتما بیفته. خلاص که رفقا اگه نظر منو میخواین، این برنامه ارزش دیدن نداره. نظر شما چیه؟ البته تا این فصل، مگر یه مقدار از این مشکلاتی که گفتم حل کنن، مثلا شرکت کننده ها اکیپ جذابتری باشن که شاید دیالوگای بین خودشون برای مخاطب جذاب باشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله و تنکس رو بزنید. من یه مدت وسط ویدیو نمیگم که سرتون رو درد نیارم، اما مخاطبای جدید خودشون دیگه سابسکرایب اتومات بزنن. تا ویدیو بعدی از کانال یوتیوب کانال 13، مراقب زیباییتون باشید و خدا نگهدار.